آج آقا ما برای بررسی صحت یه روایت تاریخی خدمت شما رسیدیم. اول اسفند سال 64 هواپیمای مسافربری ایرانی با 42 سرنشین عازم اهواز میشه. روحانیونی از مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت امور خارجه مسافرین پرواز بودند. مثل اینکه آقای محلاتی نماینده امام در سپاه این جمع و کنار هم آورده بودند که بعد از عملیات ولفجر 8 برای روحیه دادن به رزمندار راهی جبهه بشه. واقع در سال 64 برای خانواده شهدا اینطور تعریف شده که در 20 کیلومتری اهواز دو فروند میگ عراقی نزدیک هواپیما میشن و خلبان عراقی از طریق بیسیم به خلبان مسافربری اعلام میکنه که باید مسیرش رو به سمت بسته تغییر بده، وگرنه میگ عراقی هواپیمای فرنشیپو میزنه. برای اینکه هواپیمای ایرانی تصمیم بگیره 2 دقیقه زمان بهش میدن. مثل اینکه خلبان ماجرا رو با سرنشینان هواپیما در میون میذاره و جمع اعلام میکنن حاضر نیستن اسارت رو بپذیرن و مقاومت میکنن. ما اولین بار ماجرا رو از آقای ابراهیم حاتمی‌کیا شنیدیم که خودشون هم مشغول تحقیقات بر روی همین حادثه بودن. قرار بر این شد که مسیر تحقیقات رو ما ادامه بدیم. سوال ما اینه که آیا روایت ارائه شده در سال 64، یعنی اینکه هواپیمای عراقی این 2 دقیقه زمان رو برای تصمیم گیری در اختیار مسافرین قرار داده، درسته یا نه؟ یک اسفند 1364 در جریان عملیات ولفجر 8 در نزدیکی اهواز هواپیمای فوکر F-27 فرندشیپ به خلبانی سرهنگ عبدالباقی درویش در محاصره دو فروند میگ 23 نیروی هوایی عراق قرار میگیره و با شلیک هواپیمای عراقی تمام 51 سرنشین فرندشیپ کشته میشن. مشهورترین فرد این پرواز فضل‌الله محلاتی نماینده ولی فقیه در سپاه بود. این روایتی بود که حکومت از یک هواپیمای نظامی اما با مسافرین غیر نظامی و اغلب سیاسیون منتشر کرد. اما سالها بعد اطلاعاتی منتشر شد که کل این داستان رو زیر سوال میبره و ابعاد وحشتناکی رو برملا میکنه. همیشه ذهنم بود 2 دقیقه رو آیا میشه تو سینما بمد یه فیلم ساخت در مورد این 2 دقیقه. 2 دقیقه 2 دقیقه خیلی کلیدیه و واقعیت اینه که از همه اقشار ایران توش آدم بود، نمایندگی داشت، اقشار فرهنگی بود، مجلس بود، نمیدونم قوه قضاییه بود، خود خلبان بود به عنوان نیرو نظامی که داره این تصمیم رو میگیره. مثلا اینکه این یه چیزایی شنیدم اون تا خب دیگه اون موقع راستش پیگیری نکردم تا 30 سال بعد. بعد از سقوط این هواپیما روایت‌های عجیبی از این هواپیما منتشر میشه. داستان هم اینجوری مطرح میشه که 2 تا هواپیمای میگ میان و میخوان این هواپیما رو با خودشون ببرن به عراق. چرا میخوان با خودشون ببرن؟ به خاطر اینکه فهمیدن ستون پنجم یا مجاهدین لو دادن که افراد سیاسی رده بالایی توی این هواپیما وجود دارن و اونها دارن به جبهه میرن. برای همین عراقی ها 2 تا میگ خودشون رو میفرستن، میاد کنار هواپیما و به خلبان دستور میدن که همراه میگ ها به عراق بره و اونجا پناهنده بشه، یا اینکه اگر میخواد مقاومت کنه یا از دستور سرپیچی کنه بهش شلیک میکنن و همشون رو میکشن. طبق چیزی که رسانه ها میگن برای این انتخابم عراقی ها 2 دقیقه به این هواپیما وقت میدن و توی این 2 دقیقه باید سرنشینان هواپیما انتخاب کنن که برن اسیر بشن یا حالا پناهنده بشن و یا مرگ یا شهادت رو انتخاب کنن. شاید مسئولین، اولین کسی که رسیدیم محل حادثه شاید من بودم که موقع وزیر سپاه بودم. اون چه که دیده شد، خب من هم اجساد رو دیدم یکی یکی، هم اون بخشی از هواپیما که این داشه هواپیما به حرفا، به نظر من هواپیما هدف قرار گرفته بود. نحوه به اصطلاح اون فاصله و وضعی که اجساد داشتن حکایت این بود که این 2 تا ضربه خورده، یکی اول خورده به هواپیما بعد هواپیما خورده رسیم. این یکی از ایمن‌ترین هواپیما هست. این هواپیما بسیار خوبی، هواپیما فرنشی به نظر ایمنی داره، 2 تا موتور هست این هواپیما
و خیلی کم سانحه داده. هولوحوش ساعت 12:30 پرواز به چند کیلومتری اهواز رسید، تقریبا هولوحوش برق رامین بهش میگن، توی جاده اهواز به شوشتر. خب ما هم اعلام کردن که پرواز تا چند دقیقه دیگه میشینه، ما هم این آمادگی رو داشتیم، ولی یه مرتبه برج مراقبت اعلام کرد که این پرواز الان توی رادارمون نداریم، از هر معلوم زدن. از بالا اگه هواپیما نگاه میکردی، هواپیما مثل یه هواپیمای واقعی بود. از 20,000 پایین نگاه میکردی، وقتی هرچی میمدی پایین میدیدی هواپیمای واستر شده. اون هواپیمایی که سانحه دیده بود از اینجا تا اون نوکش به صورت صاف رو زمین بود و ولو شده بود. تشکیکی کردن جلوی مجلس. تو صحبتاش آقای هاشمی به این قصه نقل قول کرد که، یعنی نقل قول کرد که بله این اتفاق افتاده که هواپیمای دشمن در حقیقت بالای میاد هواپیمای اینا قرار میگیره و بعد میگه که یا تسلیم بشین و بریم به سمت عراق یا اینکه شلیک میکنیم و خونه هیچ کدومشون دیگه تسلیم نمیشن. یعنی با مذاکره‌ای که خلبان، چون خلبان اجازه نداشت که ارشدتر از خلبان اونجا در داخل هواپیما بود که نماینده امام در سپاه بود، میان بهشون اعلام میکنن که هواپیمای عراقی اعلام کرده که شما رو میشناسه، همراهاتون رو چند نفری رو اسم آوردن. شهید ملاتی هم با شوخی میگن که خب میریم عراق اما بعد جنگ. بعد میان شوخی نمیکنن، میزنن. ایشون ظاهرا میفهمن که دیگه به من ربطی نداره، به جمع اعلام کنید. همشون دست جمعی این تصمیم رو گرفتن. بعد که حالا بعد ایشون چیز کردن نیست که بال هواپیما رو زدن. شاید معلاتی هم بحث اسارت چون مطرح میشه ظاهرا مثلا نمیپذیرن، حالا با مشورتی که تو جمع انجام میشه میگن آقا مثلا اسارت شهادت بهتر از حالا اسارت هست. اکثریت به اتفاق میگن که ما در واقع شهادت من نزل ما حاضر نیستیم به اسارت. شهادت این واژه است ده از جای دور و نزدیک. اونها هم میبینن که اینها نمیخوان بیان عراق با موشک به هواپیما حمله. اول با کالیبر اینا رو تیربار میبندن که حتی شاید پشیمون بشن، تا خرابان هم هواپیما رو تا حد اکثر به سمت پایین هدایت کرده بود که بتونه بشینه. حتی منطقه دیگه وقتی که تیربار زده میشه و یه سری شهاده هم موقع شهید میشن و اینا دیگه هواپیما در حال سقوط که موشک هم بهش زده میشه و تقریبا همه جنازه ها تکه تکه میشه. در اصل خلبان یه زرنگی که کرده تو همین فاصله بنزین هواپیما رو تخلیه کرده و جوری شده که وقتی موشک میخوره هواپیما منفجر نمیشه، فقط جفت بالای هواپیما قطع میشه و هواپیما اینه یه بشکه از بالا میفته پایین. ماجرا خیلی عجیبه. حالا بذارید یه مقدار کلی‌تر این ماجرا رو نگاه کنیم. فکر کنید هواپیمای جنگنده میگ با اون سرعتی که داره بعد بیاد با یک هواپیمای فوکری که خیلی سرعت کمی داره، یک هواپیمای ملخیه، خودش رو در کنار اونها قرار بده. مثلا یک هواپیمای میگ سمت چپ، یک هواپیمای میگ سمت راست قرار بگیره. حالا بعد برن رو موج رادیویی خلبان فوکر و بهش دستور بدن که ما میدونیم شما کجا میخواید فرود بیایید و میدونیم کیا توی هواپیماتون هستن و باید با ما همکاری بکنید، ولی حالا 2 دقیقه بهتون وقت میدیم که انتخاب کنید. حالا خیلی جالبه، طبق روایت حکومت خلبان چون میبینه نماینده ولی فقیه توی هواپیما هست و از لحاظ رده استراتژیکش بالاتر از خلبان محسوب میشه، میره پیش اون و بهش میگه که حاج آقا از پنجره بیرون نگاه کنید، 2 تا هواپیما دارن به ما میگن که باید بریم عراق و اونجا پناهنده بشیم. نظر شما چیه؟ بریم پناهنده بشیم یا کشته بشیم؟ خیلی خیلی جالبه که اول این آقای حاج آقا محلاتی یه شوخی میکنه با خلبان، میگه که ما میریم عراق ولی بعد از اینکه اونا رو شکست دادیم یا جنگ تموم شد یا صدامو از بین بردیم میریم عراق. خیلی فضای کمیکیه دیگه. فکر کنید الان یه نفر اومده و به شما میگه که 2 دقیقه دیگه کشته میشید یا اسیر میشید و شما یه شوخی خیلی حزب اللهی طور باهاش میکنید. دمشون گرم، تا اینجا خیلی جالب بود. حالا حاج آقا محلاتی تنها تصمیم نمیگیره و رو میکنه به همه، میگه که آقایون توجه کنید، ما 2 دقیقه فرصت داریم. حالا نمیدونم که این فاصله ای که خلبان اومده به ایشون مطرح کرده، ایشون شوخی کرده، چقدرش گذشته، ولی میگه 2 دقیقه فرصت داریم که انتخاب کنیم، بریم عراق اسیر بشیم یا همینجا کشته بشیم. نظر شما چیه؟ همه یک صدا میگن که نه شهادت، اینجا بمیریم خیلی بهتره. هیهات من نزله شعار میدن، یه چیز عجیب غریبی.
و خلبان هم نتیجه رو میگیره و میره به خلبان های میک میگه که شرمنده، ما نمیاییم با شما و هر کاری میخواید بکنید همینجا انجام بدید. هواپیمای میک هم برمیگردن عقب، اول موشک میزنن به هواپیمای میک، بعدم با مسلسل به شلیک میکنن. این هواپیما سقوط میکنه و همه 51 نفر مسافر این هواپیما در دم کشته میشن. من همچی خبری اصلا نشنیدم. قاعدتا باید من میشنیدم، چون فرد مسئولی نزدیکتر از همه اینا هم به صحنه بودم، هم اون موقع حضور داشتم اونجا. نه من نشنیدم و اصلا این به عقل هم جور در نمیاد. عقل سلیم هم همینو میگه، یعنی آدم به هر حال فهم داریم، ولی قابل تحلیل میتونیم کنیم که به هر حال اتفاقی نبوده، اینا یه کاری میخواستن کنن و یا اون مشاهداتی که بنده عرض میکنم بزرگ شما اصلا با کالیب زدن نشون میده که یه مقاومتی انجام شده، بعد این مقاومتی که اینا کردن اونا هرچ فشار بودن نتیجه ندار، گفتن حالا که نمیشه بستن به کالیب. نخیر، همچین چیزی شدنی نیست اصلا که مثلا یه نفر بیاد تو منطقه جنگی تا اون بخواد بیاد این هواپیمای لخون لخون رو ورداره ببره، چهار تا هواپیمای شکاری میریزه روش، میزنن هتک و پتکش رو در میارن. اون مگه میتونه اصلا همچین کاری بکنه؟ آقای رفسنجانی، حالا اگر نوارش باشه درست حرفونه، ستون پنجم اینا بهشان گفتن که مثلا یه هواپیمای مسافر بعدی همه شخصیتن برای جبهه مرن. این ماجرایی که نمیدونم بین خلبان اومدن اونا به اصطلاح تهدید کردن گفتن بریم عراق و خلبان فرستاده از آقای محلاتی پرسیده چیکار کنیم، ایشون گفته گوش نکنین و بشینین، اینو ما از زبون آقای جنتی شنیدیم. مقامات هیچ توضیحی به ما ندادن. روحانی که میمه بالا مجلس، یعنی مجلس ختمشون اینو میگفت. من یه دونه چوپان دیدم اونجا، یه در بی سی تا از این گوستن داشت اونجا. گفته بابا این چطور شد این افتاده؟ گفت والا من دیدم دوست هواپیما صدای مد میسی که گویا موشکی مسلسل زده صداش میمده دیگه. بعد یهو دیدم که اون دوتا رفتن، نمیدونست که چه هواپیما، گفت دوتا هواپیما رفتن ولی اون هواپیما که بزرگتر بود یهو همجوری دیدم ترکید رو هوا. خدمت آقای اردبیلی هم رفتیم همون توی روزای اول توی اون کاخ مرمر کجاست که ایشون اون زمان بودن، گفتن که به این صورت که دو تا هواپیمای عراقی نزدیک میشه و قصد این داشته که با تهدید کرده طالبانو که برن به عراق. این نیست، چون من الان در یه حالتی هستم گاهی نماز چه میخونم هر روز و از بسی ها چه میپرشم بیا من نماز خوندم. تو منطقه جنگی که از زمین از آسمون داره موشک میباره، من نمیرم لاس بزنم با یه هواپیمای مسافربری، من میرم که بزنم بندازمش. نباید میامد اونجا، آمده من میزنمش. تا یه جشش من قبول دارم، تا اونجایی که خلبان جنگنده به خلبان هواپیما میگه که با ما بیا عراق، میتونه باشه. بعد میبینه که این مسیری که انتخاب کرده مسیری نیست که اون میخواد و میزنتش، در این حد ممکن. دقیقا عنوان جبهه سیاه و اینکه تو جبهه سیاه چه مکالمه ای انجام شده رو از خود بنیاد شهید منشه گفتن. تو جبهه سیاه یه صدایی هست از توی هواپیما از میان جمع، خیلی صدا تنین، صدای بلندی میگه که ما حاضر نیستیم که بریم سمت عراق و بذارید هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. ایشون میگه این صدای آسد قاسمه، چون آقای آسودی دامغانیه و از نیروهای سپاه اول انقلاب دامغانه و با شهید آشناست. گفتگویی که بین خلبان و جنگندهای عراقی اتفاق میفته، تنها کسی که میتونه اینو ضبط کنه همون جبهه سیاه است. والله البته شایدم مثلا برج مراقبت چون نزدیک اهواز بودن، اینم باید بررسی بشه، اون آدمایی که اون موقع بودن شاید برج مراقبت هم تو این جریان قرار گرفته باشه. مکالمه بوده که فرنشیپ گفته من مثلا من 80 مایلی اهواز هستم، من در زاویه 70 درجه در
75 مایلی اهواز هستم. این مکالمه با رادار شده ولی آخرین مکالمه بوده. نمیدونم واکنش شما به این سناریو چی بود. شاید برای بعضیا خیلی سناریوی قهرمانانه باشه و بهشون تبریک بگن به اعضایی که توی این هواپیما بودن که چقدر شجاع بودن و شهادت رو انتخاب کردن به جای اسارت. شاید بعضیاتون با خودتون بگید که خب منطقی بود برن اسیر بشن، بالاخره بعد 10 سال، 5 سال، 20 سال آزاد میشن دیگه، برمیگردن وطن و زندگیشون رو میکنن. شاید بعضیا بخندن به این سناریو و بگن اصلا همچین چیزی ممکن نیست. و شاید بعضیا وحشت کنن از این سناریویی که ساخته شد، به خورد مردم داده شد و تا سالها مردم باورش کرده بودن. توی این ویدیو میخواییم تک تک این موضوعات رو با هم بررسی کنیم و یاد بگیریم یه مقدار سناریوهایی که مطرح میشه رو با توجه بیشتری بهش فکر کنیم. ایام محرم بود، من تلویزیون نگاه میکردم، دیدم با منافقین دارن صحبت میکنن. یکی از منافقین اعترافاتش این بود که یکی از کارهایی که ما کردیم هواپیمای مسافربری که شخصیت‌های نماینده‌های مجلس و قضات بله داخلش بودن، اون رو ما لو دادیم، گزارش شما دادیم. حالا اینا رو میگفتن تو جعبه سیاهش بود. حالا ما هم اینا رو همجوری شنیدیم، دقیقاً نمیدونم که تلویزیون گفت یا کسایی که اومدن خونمون گفت. صدای رادیویی هست که از رادیو و تلویزیون من خودم شنیدم، صدای آقای محلاتی مبنی بر این که این همین واژه که از اون کابین خلبان ظاهرن این صدا داره به گوش مسافری میرسه که ما توسط دو تا هواپیمایی که حتی میتونید ببینیدشون داریم تهدید میشیم، باید بریم عراق، اگر نریم دستور دارن که ما رو با موشک بزنن. بله. مثل اینکه تو اون جعبه سیاه هواپیما بوده. بله. و هنوزم هست. صدای آقای محلاتی بودن تو تلویزیون هم پخش کردن، آقای محلاتی صحبت میکنن و صدای ایشون قشنگ هست و آخرش که همه با هم میگن هیات من نزله هم خداحافظ ما رفتیم. از داخل کشور منافقین، حالا کسانی که بودند، میگن که یک سری از افراد سران مملکت میخوان پرواز کنند به سمت مناطق جنگی. این اطلاع رو به کشور عراق میدن به رژیم بعث. با توجه به اسنادی که بوده، کلی خبرنگار در فرودگاه بغداد آماده بوده. یعنی ما میخواییم اینا سالم ببریم اونجا. پس این در مقابل پیروزی ما در فاو یه پیروزی برای عراق بود که بگه ببین من کل نخبه‌های شما رو آوردم تو من. آقای محلاتی این جعبه سیاهی که بعدم پیدا کردم چیز بعدم معلوم شد. اون وقت میگن که آقای محلاتی میگن نه ما اگه بیایم، چون از سپاه هستیم، ما بیایم اونجا دیگه بزرگمون گوشمونه. ما رو چه میگن، ما همینجا تو هواپیما هر جوری بنده بشیم همین تو هواپیما میشیم. آقای محلاتی هم میگه نه، ولی بذار مجبور نماینده با همون میگه، اونا میگه نه ما اسارت رو نمیپذیریم، ما اگه شهید بشیم از اون شهید بشیم ولی اسیر نشیم. پدر رو که من جوری خاطرم هست دوتاشون اینها خیلی البته سخت شناسایی شدن، بدنها نسوخته بود، بدنها کوبیده شده بود. آقا اردبیلی گفت که خلبان با اینا صحبت کرده، گفته که چی کار کنم من، بعد اینا گفتن هیهات من نزله. آقای موسوی اردبیلی تعریف میگه که بعد همه با هم یا حسین میکشن، میگه ما نمیریم و بعد هواپیما رو میزنه. حتما یه روز دوره باشه من با اطلاع بودم، اما دیگه الان هیچی نده. برگزار شد که آقای موسوی اردبیلی تمام خانواده ها رو دعوت کرد، آقای موسوی اردبیلی هم بودن واقعا تو اون جلسه. ظاهر قضیه این است که تو اون جلسه ایشون صحبت میکنه برای خانواده شهدا، یه دلداری میده، حال مراسم بوده چی بوده، یه صدای پخش میکنن اونجا، میگن این جعبه سیاه هواپیماست. صدا قشنگ واضح نبود ولی یه صدای اومد که آقا محلاتی از همه اجازه گرفت، گفت همه ما رو دارن گروگان میگیرن، شما راضی هستید منو گروگان بگیرن؟ اگه گروگان بگیرن خیلی بد میشه. همه صدا اونجور رو من واضح ندیدم بخوام دروغ بگم، ولی یه صدای اومد که گفتن نه میخواییم شهید بشیم. چون اونجا شلوغ بود چیزی مشخص نبود، نفهمیدم. فقط دوبار هیهات و نزله الانم تو گوش من هست صداشون، که یه دفعه صدای منفجر اومد که دیگه هواپیما رو زدن دیگه. بعد یه خانم بودن که اونجا خیلی اعتراض داشتن و که ما مثلا بچه‌م کوچیکن و چرا اینا رو یه هواپیما مثلا دنبال اینا نرفته و اینا. جعبه سیاه رو اینجا
اینجا داخل اینجا قسمت پایین یا اونورش میذارن. نه هیچ کدوم از این هواپیما نداره، هیچ کدوم از این هواپیما جعبه سیاه نداره. از همین تهران، از همین زمانی که میخواسته پرواز بکنه، اصلا به عبارتی من شنیدم که میگن چکلیست گم شده. پروازهای ترابنی هیچ سیکرتی درش وجود نداره. عراقی ها میدونن که چه ساعتی هواپیمای فوکر از پایگاه مهرآباد تیک آف کرده، چه ساعتی هواپیمای 747 تیک آف کرده. اینا رو سیستم شنودشون اگر رنجش برسه میگیرن. بله، من میگم عراقی ها دشمن. منظورم شما مسلمن وقتی که فرمانده عالی رتبه هستش ازش سوال میکنیم، مسلمن در هر سیستم ارتشی سوال میشه آقا من فالو کنم برم بشینم؟ چون اگه سوال نکنی پس فردا امکان داره خودتو به عنوان دادگاه نظامی هم بگیرم. یا فرمانده عالی رتبه تو اونجا بوده، موافقت اونجا بوده، چرا از اون کلیرنس نگرفتی؟ چرا از اون نپرسیدی؟ به خلبان سعی میکنه تلاش خودش بکنه، چون میدونه رفتن تو عراق اون به اصطلاح افتضاحی که ممکنه به بار بیاد و اون قدرتی که اون کشور بخواد از این کار انجام بده، و خصوص خلبانی مثل درویش که من میشناختمش که انسانی بود که شناخته شده بود و یه ویژگی های توی ویژگی های قرص بودن، به قول ما قرص بودن و قلدر بودن توی پرواز، نه یه نظر جسمی یه نظر چیز، این ویژگی در درویش ما سراغ داریم. این که اون عراق اعلام میکنه اسامی، یعنی این که یه دست یه جاسوسیم و حالا هواپیمای جنگی خوب میاد که اینو میبره، پیداست که کد رو و هواپیمای مسافربری بوده. نه اینو کامل میشناختن، یعنی ساعت پرواز، زمان پرواز دقیق ارائه شده بوده. این هواپیما اومده در 75 مایلی فرودگاه اهواز رو زاویه 70 درجه ساعت 12:40. خدمت شما، ما زمانی که میخوام نزدیک بشیم با هواپیما و هواپیمای جنگی و به این هواپیما، سعی میکنیم که در این محدوده باله این نوک باله این قرار بگیریم. اونا فکر میکنن که این هواپیمای F-14 است و میزننش. صورت خلبان اینجاست، کرده خلبان اینجا درست روی این مقابله این شیشه است. ما عقب و جلو رفتن خودمون رو بهشون نشون میدیم توی این فاصله که میریم عقب و میریم جلو تا اون ببیند ما رو. تو زمان جنگ اگر شما تو منطقه نبردستان، هرگز هواپیما نمیاد که این بره تو بالش وایسه، این میره میزنتش. اینها این فرصته، این رو نداشتن که بتونن بیان بخوان با این هواپیما حالا وارد مذاکره بشن و بخوان اینا مجبورش بکنن که تبعیت از اون هوا کنه. امکان چنین چیزی وجود نداره در اون زمان و در اون لحظه. چرا؟ هم پدافند زمینیمون میتوند این هواپیماهای جنگی که میخوان این هواپیما رو رهگیری بکنند هدف قرار بدهد، هم هواپیماهای خودمون که توی منطقه گشت میزنن، اونها این فرصت رو به این خلبانهای نمیدن که بتونن بیان چنین حرکتی انجام بدن. این که عراق تصمیم داشته باشه که حالا که فهمید یه هواپیمای گرون قیمتی هست این رو ببره، این اب نداره آدم فکر بکنه. اینی که بعد موفق نشده اینو ببره و هدف قرار داده، اینم مسلمه. اما من اون مذاکره رو قبول ندارم اصلا. برای اینکه بخوایم معمای این هواپیما رو حل کنیم، باید یه مقدار راجع به شرایط اون روزهای جنگ و شرایط اون روزهای مملکت بیشتر بدونیم. پس یه سری اطلاعات جانبی بهتون میدم که خیلی خیلی برای حل کردن این معما مهمه. اون روزها یکی از بزرگترین عملیات‌های جنگ 8 ساله در حال انجام بود که با همکاری مشترک ارتش و سپاه شکل گرفته بود، عملیات والفجر 8. بعد از فتح خرمشهر، بزرگترین آرزوی ایران انجام دادن یک عملیات موفق برای خاتمه جنگ بود. حالا این عملیات موفق چی میتونست باشه؟ قطعاً یکی از بهترین موارد فتح بصره است. 12 عملیات برای فتح بصره انجام شد، ولی هر کدومش به دلایلی موفق نبود. عملیات والفجر 8 هم دقیقاً برای فتح بصره برنامه ریزی شده بود. این عملیات از 20 بهمن شروع میشه و تا 29 فروردین 1365 با تصرف فاو پایان پیدا میکنه. برای شروع این عملیات اختلافات زیادی بین فرماندهین جنگ وجود داشته.
توی کتاب آغاز تا پایان اومده که آقای شمخانی، حسین علایی، احمد غلامپور، عزیز جعفری، حسین خرازی، احمد کاظمی، مرتضی قربانی، صیاد شیرازی، هوشنگ صدیق و شهید ستاری مخالف این عملیات بودند. اما در مقابل محسن رضایی و هاشمی رفسنجانی اصرار داشتند که این عملیات باید شروع بشه. برای این عملیات 100 هزار نیروی ایرانی در نظر میگیرند که بخش قابل توجهش نیروهای مردمی، بسیج و نیروهای داوطلب بودند. طبق گزارشاتی که ثبت شده در 4 روز اول شروع این عملیات 25 هزار نفر از نیروهای ایرانی کشته میشن. عدد خیلی عدد عجیبیه. 25 هزار نفر توی 3 یا 4 روز کشته میشن. لطفاً برای درک این عدد به شکل عدد بهش نگاه نکنید. 25 هزار نفر یعنی 25 هزار ایرانی. شما پدرتون چقدر براتون عزیزه؟ برادرتون یا فرزندتون چقدر براتون عزیزه؟ هر کدوم از اینا درست یک نفر هستن، ولی برای شما اندازه دنیا ارزش دارن. حالا این یک نفر رو شما 25 هزار نفر در نظر بگیرید. 25 هزار نیروی انسانی جوان کشور در 3 روز یا کشته میشن یا مفقود الاثر میشن. بعضیا کامنت میذارن این عددها در جنگ چیزی نیست. اینا عدد نیستن. اینا انسانن و اینا خانواده دارن. اینا هموطن ما هن. لطفاً به شکل عدد بهشون نگاه نکنید. طبق گفته های فرماندهان نیروی هوایی، شهید ستاری که شرایط جنگ رو میبینه به ملاقات آیت الله خمینی میره و بهش میگه چقدر وضعیت جبهه خرابه. تعداد کشته ها رو به آیت الله خمینی گزارش میده و بهش میگه ما داریم انتحار میکنیم. طبق گفته ها آیت الله خمینی از این گزارش جا میخوره، ولی خب در اون لحظه کاری هم نمیتونسته انجام بده. برای همین یک تیم رو تشکیل میده و بهشون دستور میده برید به جبهه و از نزدیک اتفاقات رو ببینید و گزارش بدید. گزارشی که احتمالاً میتونسته سرنوشت جنگ یا سرنوشت فرماندهی جنگ رو عوض کنه. از معروف در این افراد این هیئت فاضل محلاتی نماینده آیت الله خمینی در سپاه و آقای شاه چراغی نماینده تهران بوده. تعدادی از قاضیای قوه قضاییه و نماینده‌های کمیسیون دفاع هم توی این هیئت بودن. من بعدا توی کتاب عکاسی از دفاع مقدس اگه اشتباه نکنم دیدم، یه مدتی هم کتابش داشتم نمیدونم چیکار کردم، اون صفحه وسط اون کتاب تصویر اون هواپیما بود، لاشه هواپیما، حتی وسایل ریخته رو زمین ولی نسوخته، آتیش نگرفته وسایل. حتی عکس یه توییتر رو من دیدم این نگه داشته و دوستانی که اونجا پیاده شدن دارن فیلم برداری میکنن. این برای من جالب، اینا کیان؟ چرا فیلم برداری کردن؟ و این فیلم الان کجاست؟ موقعی که وضعیت قرمز بوده یک هواپیمای مسافربری ورودی جهت اهواز داشته نزدیک میشده، رادار رو صفحش داشتتش، اینو موقعی که هواپیمای دشمن تو منطقه اومدن لحظاتی بعد هواپیما از صفحه رادار محو شده. احتمالاً ممکنه که زده باشنش و قرار بوده که تو این پرواز حاج آقا محلاتی و عده دیگه از برادرها حضور داشته باشن. پدر من مثلا صورتش کاملا متلاشی بود، پاهاش قطع شده بود، حالت دستش انگار مثلا یه چیز داره مینویسه بود، نمیدونم وصیت نامه بوده یا نه، چون ما بعدها شنیدیم دقیقاً این مدلی بود دستش. سرنگ خضرایی یکی از کسانی بود که تو اون هواپیما کشته شد. خانمشون گفت وقتی جنازه‌شو پیدا کردن انگشتش روی آیه قرآن بوده، یه آیه رو حالا که به مناسبت حالا شهادت باشه یا به مناسبت چیزی باشه، میگه انگشتش رو اون آیه بوده، قرآن کوچیکی که جیبش بوده در آورده بوده و انگشتش رو اون آیه بوده. این حرفا حرفای غیر حرفه‌ایه و جنازه‌ای پیدا نشد، همه سوخته بودن تو هواپیما. آرام، یعنی آرام که منظور خیلی صحیح ساله، متلاشی شده تو زمین، ضربی نسوخته، پیکرها پیکرها نسوخت، بله بعضی از شهدا تیر تو بدنشون، پدر ما هم کالیبر تو بدنش بود، اینا رو به کالیبر بستن. یعنی من خودم شاهد عینی بودم، حتی کادر فنی نیروی هوایی اول روز سوم اومدن یه علامت میزدن دور همین بدنه، تیکه های بدنه هواپیما که کالیبر خورده بود، مثلا نوع کالیبر رو مشخص کنن. کاملا چندین جا رو من خودم اونجا شاهد بودم، میدیدم که دور اون محل اصابت کالیبرها رو زدن، یعنی هواپیما با کالیبر زدن نه با موشک.
این ملخ‌ها خیلی محکمه، خیلی محکم ملخ‌ها، سنگین و محکم. 4-5 تا سوراخ من روی ملخ‌هاش دیدم، انگار که با دریل، نه رگبار بسته بودن. بچه همون جنوب هستم، بچه خوزستان هم هست. گفت من اونجا بودم، من دیدم که هواپیما سقوط کرد، هواپیما رو زدن، هواپیما سقوط کرد. ما بچه بودیم اون موقع. گفت من چرخ این هواپیما رو توی خونه دارم هنوز. آقا شیری دو تا تیر خورده بود بدنش، یه تیر تو آرنج دستش خورده بود، یکی هم اذیت سالم بود، یعنی لباسا همه چی مرتب، یه اورکوت آمریکایی مشتی تنش بود، همه چیز منتها مثلا صورت اینجوری هست، اینجوری شده بود. پن خلبانی که اسیر شده، من اسمش هم یادمه، علی مجید علی یا همچین کسی، گفتن این همون خلبانی بوده که این هواپیما را زده و گرفته بودنش و اون. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از پازل‌های این ماجراست. وقتی که دارن باش مصاحبه میکنن، به نظر من ماجرا رو یه جور دیگه تعریف میکنه. ایشون ادعا میکنه اون روزها یه سری از مقام‌ها احتیاج داشتن برای اینکه خودشون رو مردمی نشون بدن، حتما یه سر تا جبهه برن، اونجا خودشون رو یه نشونی بدن و هم یک روحیه‌ای به رزمنده‌ها بدن، هم بعداً به این متهم نشن که اصلا پاشون رو توی جبهه نذاشتن. و این گروهی که با هواپیمای فرندشیپ رفتن به اهواز برای دادن روحیه به رزمنده‌ها و گرفتن اون اعتبار اجتماعی این کار رو انجام دادن. یه جایی هم نقد میکنه، میگه که اونا نباید با هواپیمای فوکر پرواز میکردن و مستقیم به خط مقدم میرفتن. مثلا خود آقای هاشمی یا حسن روحانی هر وقت میخواستن به جبهه برن، با لباس مبدل و با قطار یا اتوبوس کنار رزمنده ها به جبهه میرفتن تا اون موارد امنیتیش هم رعایت بشه. به نظر من این ادعا مخدوشه، به خاطر اینکه هر کسی نمیتونه هر جوری که دوست داره به جبهه بره و حتما یه سری هماهنگی ها انجام شده بوده که این تیم با هواپیما تصمیم گرفتن برن اونجا. شاید اگر کسی بهشون میگفته که خطر داره و نباید با هواپیما برن، احتمالاً تصمیم عوض می‌شده. شاید هم اصلا از اول برنامه سفر با هواپیما نبوده و از طریق گروه خاصی اصرار شده که با هواپیما برن. اینو من نمیدونم، شاید در آینده زمان مشخص کنه که جواب درست چی بوده. اما قطعاً ادعایی که آیت الله هاشمی می‌کنه اشتباهه. اما بریم سراغ روایتی که به صورت رسمی توسط حکومت به افکار عمومی اعلام شده. اول اینکه هواپیمای میک نمیتونه سرعتش رو با یک هواپیمای فوکر تنظیم بکنه. سرعتش خیلی بالاست و نمیتونه پشت سر یا کنار فوکر قرار بگیره. نکته بعدی، مسئول مستقیم هواپیما خلبان اون هست و توی هیچ قوانین و مقرراتی اینجوری نیست که اگر مثلا نماینده ولی فقیه توی هواپیما باشه، مسئولیت از خلبان سلب میشه و ایشون باید تصمیم بگیره. واقعا این حرف احمقانه ای که خلبان بره به نماینده ولی فقیه بگه که تصمیم چیه و باید چی کار بکنیم. مسئول مستقیم هواپیما خلبانه و این سناریو هم کلن خنده داره. ضمن این که اصلا شما تصور کنید با 10 تا از دوستاتون شب میخواید تصمیم بگیرید یه جا برید شام بخورید و 2 دقیقه بعد انتخاب کنید که کجا برید و شام چی بخورید. به نظرتون امکان پذیره طی 2 دقیقه هم محل رستوران رو انتخاب کنید هم غذا رو؟ حالا از یه جمع 50 نفره خواستن توی 2 دقیقه انتخاب کنن که اسیر بشن یا کشته یا شهید بشن و اونام توی 2 دقیقه این انتخاب رو میکنن و به اطلاع هواپیماهای میک میرسونن، اصلا به نظرتون شدنیه؟ خیلی خنده داره. نکته ترسناک ماجرا بحث جعبه سیاهه. همینجوری که توی مستند دیدید، هواپیمای فوکر 27 اصلا جعبه سیاهی نداره. چرا باید به خانواده این عزیزان بگن که جعبه سیاه کشف شده و این صداهایی که براتون منتشر شده از توی جعبه سیاه استخراج شده؟ اصلا اگر جعبه سیاهی هم وجود داشته باشه، صدای داخل کابین که توی جعبه سیاه ضبط نمیشه. جعبه سیاه مکالمات بین خلبان و برج مراقبت و اون لاگ هایی که تجهیزات کامپیوتری هواپیما توی جعبه سیاه ثبت میکنن تا اگر اتفاقی افتاد بعداً بتونن اون رکورد ها رو بررسی کنن و مشکل اصلی هواپیما که سقوط کرده رو پیدا کنن. اما اینکه این خانواده ها رو جمع میکنن میبرن تو دفتر رئیس قوه قضاییه و یک نوار پخش میکنن و با احساسات اونا بازی میکنن تا این سناریو رو بهشون بقبولونن که هواپیماهای عراقی بهشون شلیک کردن و اونا قهرمانانه شهید شدن و اینو به شکل گسترده توی جامعه منتشر کنن و ازش یک پروپاگاندا بسازن، کار خیلی خیلی وحشتناکیه. حتی بعدن به خانواده‌های اونا اعلام میشه
که اون خلبانی که به این هواپیما شلیک شدم اسیر شده و داخل خاک ما اعتراف کرده که به این هواپیما شلیک کرده. البته هیچ وقت اون خلبان یا اسناد این اعترافات رو به خانواده ها که هیچی به هیچ کس توی جامعه نشون نمیدن. خلبانی که اسیر شده، من اسمش هم یادمه، علی مجید علی، یه همچین کسی، گفتن این همون خلبانی بوده که این هواپیما را زده و گرفته بودنش و اون گفته بوده. باز این هم ما شنیدیم، هیچ مدرکی نداریم. اون هم شنیدیم بچه های سپاه گفتند که اون باز تو اقرارش گفته بوده که من هواپیما رو زدم ولی من دستور داشتم، فرماندم بالا سرم بود. بهشون تذکر میدن مثلا چندین بار که شما تسلیم بشید بیاید تو خاک ما، چیکار ما برای شما همه امکاناتی فراهم میکنیم. اینا از نظر من همش دروغه. شهادت و بر اسارت، اسارت مگه مثلا چی بوده؟ اسیر میشدن میرفتن خیلی راحت اسیر میشدن. نهایتش این بوده دیگه، بیشترین اسرای ما 20 سال تو عراق بودن دیگه، دیگه آخریاش، دیگه سری آخرش 17 سال بعد 20 سال برگشتن دیگه. اینا نهایتش قرار بوده همچه اتفاق بیده. بعد اینا کسایی نبودن که حالا مثلا از دیگه مثلا منافقین که این همه اطلاعات از جمهوری اسلامی داشتن رفته بودن دیگه همه خبرها داده بودن دیگه، خبری قرار نبوده بخوان از اینا در بیارن سو عراق. اصلا چرا باید بگم ما میخوایم شهادت رو بر اسارت ترجیح میدیم؟ اصلا به نظر من همچی چیزی اصلا معنی نمیده. خب دلخور آدم میشه. حالا شاید دلایلش رو ندونیم، ولی خب مادام خب دلخور میشه، بالاخره اینکه همه اینا آدمای عادی هم که نبودن، کسایی بودن که بالاخره این مملکت دارن زحمت کشیدن، هر کدومشون یه پست خوبی داشتن، پست بالایی داشتن، یعنی برای مملکت و برای نظام زحمت میکشیدن. حالا چرا اینجوری باید به قول بعضیا حذف بشن؟ خب اینجوری دلخوری داره. شاید مثلا جایگاهی که حاج آقا داشت در انقلاب، در بین شخصیت‌های انقلاب، اگر شما درست بررسی کنین، اگر می‌خواستن به جا بیارن خیلی بیش از این به جا می‌آوردن، ولی برای ما مهم نبود زیاد. من واقعا برام مهم نبود. من برام این مهم بود که پدر من وظیفه‌شو درست انجام داد، بارشو به مقصد رسون، ما هم سعی کنیم درست زندگی کنیم، رفتارمون درست باشه. به خاطر اینکه اینقدر این کلمه شهید تو این سالا اذیتم کرده. مثلا یه جایی میگفتم بابام شهید شده، یه جوری بابام رفتار میکرده، ترجیح میدم بگم بابام فوت کرد، ترجیح نمیدم بگم بابام شهید شده. به خاطر اینکه نمیدونم، چون میدونی چیه، اکثرا مردم فکر میکنن که خانواده شهدا اینجا خیلی بردن و خوردن. یکی از روحانیونی که آدم خیلی خوبی بود، مبارز بود، مجاهد بود، خدا رحمتش بکنه، این در زندان فوت کرد. مثلا یکی آقای مرحوم شهید سعیدی بود، کشتنش تو زندان، شهیدش کردن. یکی دیگه بود، این بیرون گفتن من سرش مته گذاشتن، سوراخ کردن، چیکار، او بیرون خیلی سرستا کردن. ما وقتی رفتیم زندان، قبل از که ما بریم زندان، از در خودم گفتم بابا این مریض شد، اینجا مریض شد تو زندان مرد. ولی هنوز که هنوزه تو جامعه مطرحه که زیر شکنجه کشید. بعدم اینجور موقع آدم تلاش میکنه دشمن رو تبرئه نکنه. همش رسیدم به یه کوچه بنبست، همش توش چراست، به هیچ نتیجه ای نرسیدن. گفتن در هواپیما نشستن، شعور گرفتن که اگه هواپیما در اونجا بشینه زمین ببرن، افراد درجه که توش هست اونجا اعدام میکنن. این هر کی یه جوری برای ما تفسیر کرد و من برای خودم به شخصا اشباه نشد. برای من سال 69 که آزادگان از اسارت برگشتن، بله اتفاقا ما خیلی آرزو میکردیم که ای کاش مثلا پدر ما هم جزء اسرا بود و ایشون هم برمیگشت. خیلی راحت، خیلی لوریش میگه ما خودی نیستیم. واقعا هم خودی نبودیم. خیلی هم شاید همچی بعدشون نمیمد که حالا آج آقا نباشه. آره مزاحمت دیگه. شیخ به خوده شیخ مزاحم آخه نمیشه که. اسارتمون و رفتنمون به بغداد طبق مثلا دستوری که اینا دادن خیلی بار سیاسی بدی داره تو زمان جنگ برای کشور. بنابراین ما از جنون میگذاریم. این شاید استنتاج ما باشه، ولی اینکه بگیم نه دقیقاً این بود، خب سوال برام بود. هیچ کسی از اون هواپیما زنده نبوده که بیاد بعداً برام تعریف کنه که آره این اتفاق افتاد.
شنیدین که من دادم دو گوشی سفیر شوروی؟ نشنیدین؟ خب این دروغه. یه واقعیتی بود که تبدیل شد به این. ولی به منم گفتن که تو چرا مخالفت میکنی؟ داستان این بود که احمد آقا من زنگ زدن گفتن که امام گفتن به حاج محسن بگید سفیر شوروی رو بخواد و تخفیف بهش بده. منم بی سواد گفتم احمد آقا من چیزی بهش نفهمیدم. گفت نه، تخفیف یعنی خفت، بخوا بهش خفت بده. ما هم زنگ زدیم به آقای ولایتی گفتیم که این سفیر روس رو بیاد دفتر ما. من موقع تازه وزارتخانه درست شده بود تو خیابان فردوسی نشسته بودم و بعد گفتن اومده بودم بود بیاد. خودش اومد بود با افسر سیاسیشون که او فارسی بلد نبود، خود این چون پیرمردی بود اصلا فارسی مثل من عب میزد. تا در اتاق وا کرد گفتن مد که به دست سخته همونجا وایسا. نمیخوام بگم اینا دروغه، این یه حالیست که توصیف اینجور میشه. خانواده دلش میخواد وقتی که نقل میکنه برای شهیدش یه منظره زیبایی هم پیدا بشه، یا رفیقشون همینطوره، یا خبرنگاری که نقل میکنه میخواد یه چیز جالبی گفته باشه. و همه اینا در نوع مسائل اینجوری که شاهد مستقیم ما نداریم، به هر حال اینا در اونجا هیچ فرصتی پیدا نکردن که حرف بزنن، با بیرون حرف بزنن. خلبان هم که من نموند، هیچ کس که نموند چیز بکنه، مگر کسانی از بیرون این مخابرات رو گوش داده باشن. اگر بود من تو نماز جمعه این رو میگفتم. مسجد سید اصفهان یه آقای رو منبر بود، ما این دم در نشسته بودیم، این نیم ساعت این داستان رو داشت تعریف میکرد که توی اونجا زدن تو گوش آقای کیا طباطبایی و خبر به امام رسید و امام گفتن به کی مأموریت بدم و هی چند تارم اس بود با آقای ولایتی، او مرد این کار نیست، با آقای حاج محسن مرد این کار، و حاج محسن خواست و گفت که خلاصه. بعد اینم سفیر خواست و تا سفیر مطایی یکی از این ور یکی اومد مردمم تکبیر. من هم دیر شسته بودم گفتم دروغه بشه نتوی. گفتم مگه مرض داری؟ بذار خوش بشم مردم. خب میدونید که فیلم مقدار زیادش تخیلاته، یعنی اگر همون واقعیات میدون رو بخواید فیلم کنید این خبر میشه، ولی اگر این پروبارال بهش بدید اون موقع هیجان درست میکنه و فیلم مستمع پیدا میکنه بیشتر. به نظر من بسیاری از این نکاتی که شما میگید تخیلاتی است که بعد از حادثه پیدا شد. من رفتم در مراسم سخنرانی کنم تبریز، اونم مسجد بزرگ تبریز، او جمعیت آقای ملکوتی رحمت الله تازی بود. رفتم بغلش نشستم، اول که نشستم دست چپم طرفش بود، ایشون گفت پاشو اونور بشین. پاشتم اونور نشستم و بعد این دست منو گرفت دوتایی میکشید، منم نگه هم داشتم تحجیب میکنم و گفتم که آقا چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام این دست تو که خود تو گوش سفیر شوروی ببوسم. گفتم آقا دروغه. گفت حرف نزن و دست منو بوسید، اصلا نداشت من بگم. البته اینا همشون که شهید شدن آدمای جالبی بودن، هم چند تا نماینده ای که بودن بسیار آدمان خوبی بودن، از دوستان خود من بودن، من برای اونا گریه کردم خیلی. قضات رو همشون نمیشناختم ولی بعضیشون میشناختم، مردم خوبی بودن. ضرری کردیم منطقه و شهید دادن در اون زمان همیشه ما خسارت حساب نمی کردیم، رفتن پیش خداوند می دیدیم. من فکر کنم همون کارو میکردم، ولی من اگه جای بابام بودم هیچ وقت نمیدونم. البته اون موقع خیلی آرموناشون فرق میکرد، یعنی من نمیتونم جای پدرم تصمیم بگیرم چون به نظرم پدرم خیلی آدم بزرگی بود و هیچ وقت سه تا بچه‌مو نمیذاشتم برم، به خاطر اینکه اگه فکر میکردم که بچه‌ام قرار 30 سال بدون پدر باشن این کارو نمیکردم. نمیدونم، بعد زنمو که 18 سالش بود و ول نمی کردم. عقل حسابگر
در دهه 90 با عقل شیدای دهه 60 که همه شور و همه احساس و این شرایط جنگی اون دوران خیلی متفاوته، یعنی بطن اون چیزی که به عنوان زمانه مطرحه خیلی مسائل رو عوض میکنه، چیزی که بعضی وقتا ما به بچه هامون هم نمیتونیم خوب توضیح بدیم جنگ چی بوده، یعنی چیزایی که میگیم الان بچه عقلانیش به نظر یه ذره حرف سستی میاد، حرف خیلی چیزی میاد، یعنی انگار باید توی متن و اون زمان خودش این سنجیده بشه تا معلوم شه که آیا واقعا اون کار خوب بوده یا کار خوبی نبوده، این کار تصمیم درستی بوده یا تصمیم درستی نبوده. ما یه دونه مخالف این نشنیدیم که بیان بگن آقا بله ما در اون تاریخ 65 شنیدیم که یه هواپیمای عراقی اومد همینجوری گرفت تپه زد اینا رو زد و این سقوط کرد. تمامشون متفق القول معتقد بودن که نه آقا این هواپیما رو میگ میاد و تهدید میکنه و بعد تهدید این اتفاقا براش میفته. فقط من حیرتم چرا اینقدر فرق داره با حرفایی که آقای رفسنجانی، آقای اردبیلی، آقای رفیق دوست، چرا اینقدر متفاوته؟ مگه میشه یه همچین افسانه ای را بیفته و ساخته بشه؟ و این چه افسانه یکسانگوییه که همشون یه چیز دارن میگن؟ کی آغازگر این بوده؟ حرفای همون موقع باشه قاعدتا به من باید بیشتر از دیگران برسه، اگر تو آثار من هست مسئله ای ولو به نقل بگم که ما شنیدیم، اگر من این کار گاهی میکنم یه خبر مهمی که میشه مطمئنم نیستم میگم من شنیدم که چنین حرفی راوی گفت، اگر هست اونیست که چون به من دیگه همه چیز میرسید اینطور چیزا قاعدتا گفتم. من الان هم که شما میگید من به ذره میاد تخیلاتیست که معمولا تو فیلم شما میتونید منطقه به عنوان روایت نقل کنید، به عنوان سند نقل نکنید. یکی دیگه از نکته هایی که به حل شدن این معما کمک میکنه زمان وقوع این حادثه است. این حادثه دقیقا زمانی اتفاق میفته که عملیات والفجر 8 شروع شده. نیروهای ایرانی در اوج حساسیت خودشون در حال دفاع از جبهه هستند. هواپیمای F-14 ما به صورت دائم در حال گشت‌زنی هستند تا اجازه ندن نیروی هوایی عراق به نیروهای ما حمله بکنه. ضمن اینکه یک اتفاق تاثیرگذار دیگه هم توی منطقه افتاده که اون هم گرفتن سیستم هاوک از آمریکایی‌هاست که در قضیه مکفارلین تونستن اونو به دست بیارن و هیچ کس نمیدونست که ایران الان به این سیستم دست پیدا کرده. توی همین روزها فقط 50 فروند از هواپیماهای عراقی مورد اصابت قرار میگیرن و آسمان کشور ما تو بهترین وضعیت خودش بوده. حالا تو این شرایط فکر کنید دو تا هواپیمای میگ عراقی بیان تو خاک ما و چندین دقیقه با یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی مشغول لاس زدن بشن و هیچکی هم کاری به کارشون نداشته باشه. نکته مهم بعدی، در تاریخ 1 اسفند 1364 سامانه پدافندی ما هیچ هواپیمای عراقی رو داخل آسمان ایران گزارش نکرده که این خودش یه سند دیگه است که نشون میده هیچ هواپیمای میگ عراقی توی اون منطقه وجود نداشته. بر فرض اینکه هواپیمای عراقی وجود می‌داشت و با شلیک موشک این هواپیما رو ساقط کرده بود، وقتی یک موشک به هواپیما می‌خوره اون هواپیما باید متلاشی بشه نه اینکه سقوط کنه. نکته‌ای که مسئول تحقیق و بررسی سقوط این هواپیما مطرح می‌کنه این هست که این هواپیما با شلیک راکت ساقط شده و سرنشینان اون کشته شدن. منظور از راکت موشک زمین به هواست. البته اثرات شلیک گلوله ضد هوایی هم روی این هواپیما موجوده، چیزی که بعداً هیچ کس بهش اشاره نمی‌کنه. به نظر من برای اینکه مقصرین این حادثه رو پیدا کنیم اول باید بدونیم مأموریت افرادی که داشتن می‌رفتن جبهه چی بوده، اگر اونا مأموریتشون رو انجام می‌دادن چه کسایی ضرر می‌کردن و منافع چه کسانی به خطر می‌افتاد، و در نهایت از پیدا کردن دروغ‌های کوچیک و بزرگ این پرونده و افرادی که این دروغ‌ها رو گفتن شما می‌تونید هم شهر رو پیدا کنی هم مافیا رو. کسایی که مافیا بازی کردن خیلی اتفاقات براشون آشناست. ایرانی ها توی عملیات والفجر 8 بزرگترین پیروزی نسبی خودشون رو به دست آوردن. اونا تونستن منطقه فاو رو که یک منطقه استراتژیک برای عراقی ها بود و پل ارتباطی عراقی ها با خلیج فارس بود رو فتح کنن
و به واسطه همین یک پیروزی بزرگ به دست بیارن. البته هدف بصره بود، ولی فاو تصرف شد و در نوع خودش هدف خوبی بود و همین پیروزی نسبی باعث شد اتفاقاتی که توی این عملیات افتاد برای همیشه تحت شعاع قرار بگیره و هر زمان به تعداد تلفات زیاد که میخواد استناد بشه به عملیات کربلای 4 یا کربلای 5 اشاره میشه و کسی از عملیات رمضان یا ولفجر 8 یاد نمیکنه، به خاطر اینکه تعداد بالای کشته شده ها رو به پیروزی عملیات ربط میدن و فراموش میکنن که چرا این همه آدم کشته شد و میتونست این همه آدم کشته نشه. در نهایت جنگ ایران و عراق نقاط خیلی تاریکی برای هر دو طرف داره، نقاطی که شاید با گذشت زمان کم کم بشه در مورد اونها حرف زد و کمی روشنگری کرد. بهتون پیشنهاد میکنم اگه به مباحث جنگ علاقه مندید حتما به ویدیوهایی که تا چند ثانیه دیگه روی تصویر میاد سر بزنید، مطمئنم نظرتون رو جلب میکنه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.